دانشجویان برنامه اپتیک برای تکمیل برنامه خود باید یک کارآموزی اجباری تابستانی 20 روزه را تکمیل کنند. آنها این شیوه های اجباری کارآموزی تابستان را در مؤسسات خصوصی بینایی و مؤسسات علمی بینایی انجام می دهند. به عنوان مثال، پزشکان بینایی برخلاف سایر تکنسیان های سلامت در سایر زمینه های صنعت اپتیک فارغ التحصیل می شوند. آنها می توانند در کلینیک های چشم به عنوان دستیار چشم پزشکان، به ویژه در بازاریابی شیشه و به خصوص در بخش خصوصی در کارخانه های تولید شیشه نیمه تمام و تولید قاب کار کنند. زمینه های اصلی کار فارغ التحصیلان برنامه این است که در شرکت های اپتیک به عنوان مدیران مسئول یا چشم پزشک مشغول به کار شوند. حوزه کاری این رشته در چارچوب تعریف حرفه ای است که توسط قانون به آنها داده شده و حدود آن تعیین شده است. از آنجایی که این حرفه فقط توسط افرادی انجام می شود که دارای عنوان اپتیک علمی در این زمینه هستند، افرادی که این کار را انجام می دهند باید دارای مدرک کاردانی در رشته اپتیک باشند. به همین دلیل برنامه‌های کاردانی ناپیوسته می توانند به عنوان رشته‌ای که مربوط به سلامت عمومی و بهداشت است، به عنوان یک حرفه معتبر برای تکنسین‌های سلامت ترجیح داده شود. دانشگاه علوم سلامت یکی از بزرگترین دانشگاه‌های سلامت در جهان است. این یک دانشگاه است که هم خدمات سلامتی و هم آموزش‌های سلامتی را در داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد. همچنین این دانشگاه با وزارت بهداشت همکاری می‌کند. به همین دلیل من به دانشجویان توصیه می‌کنم که دانشگاه ما را انتخاب کنند. برای دانشجویانی که در امتحانات دانشگاه شرکت می‌کنند آرزوی موفقیت دارم. پس از امتحان من با آنها توصیه می‌کنم انتخاب خود را مطابق با حرفه‌هایی که دوست دارند انجام دهند. می‌خواهم بیان کنم که آنها می‌توانند در همه رشته‌های دانشگاه ما مانند اپتیک تحصیل کنند و درهای دانشگاه ما به روی آنها باز است. ما از همه دانشجویان خود برای تحصیل در دانشگاه علوم سلامت دعوت می‌کنیم و می‌خواهیم آنها را در بین خود ببینیم. برای همه شما آرزوی موفقیت در امتحانات را دارم.